جناب آقای احمدی از گیلان از برادران اهل سنت پشت خط هست. سلام و عرض ادب دارم خدمت اولین بیننده عزیز ما که روی خط اومده. خسته نباشید. و علیکم السلام. من از آقای قزوینی یه سوال دارم که ایشون میفرمایند که ما باید وحدت داشته باشیم. من خودم اهل سنتم و مذهب شافعی هم دارم و هیچ اعتقادی به وهابیت و اینا ندارم. احسن. بعدن این آقای قزوینی که میگن ما باید وحدت و اینا داشته باشیم، ولی از علمای شما که آقای که خودش را عالم مینامه و اسمش آقای دانشمند هست، صراحتا و واضح میگوید که هر چی سنی حرمزاده است. آقای قزوینی این را باید به من جواب بدن که چرا ایشون این تهمت رو به اهل سنت. جناب آقای احمدی حاج آقا بارها در این باره صحبت کردم، ولی حالا بازم پاسخ میدن، ولی حالا شما شاید بیننده نبودید و پاسخ این قسمت رو نشنیده باشید. چشم، خیلی ممنون جناب احمدی. البته این رو جناب آقای احمدی بزرگوار ببینید، ایشون یک برنامه مال 17-18 سال قبله. در یک منبر ایشون فرمود، بنده خودم ایشون رو دعوت کردم منزل حدود 7-8 سال قبله. ایشون از دوستان نزدیک ماست، از من هم ایشون هرشنوی دارد، یعنی نسبت به ما محبت فوق‌العاده داره. باشه یه صحبتی داشتیم و غیره، ایشون گفت آقا من اگر یک جلسه اینطوری گفتم، جلسات متعدد هم من تجلیل کردم. و بعد از اون هم ایشون گفت آقا من روشم در گذشته تند بود، الان به این نتیجه رسیدم. ایشون حداقل بعد از اون چند تا از سیدی هاشو آورده به من داده، دارم من در خرم‌آباد منبر رفته اونجا از اهل سنت تجلیل کرده. بابا شما میگید برای شما عرض کنم، صحابه آمدن در جنگ جمل، در جنگ صفین 150 هزار نفر رو کشتن، بعد رفتن توبه کردن اهل بهشتن. حالا یک انسان یک فحشی داده، بعد آمده میگه من پشیمانم، توبه کرده. در همین شبکه ها هم اون فحشش نقل میکنن، هم اون تجلیلش نقل میکنن. یعنی واقعا الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الهمقا. فرزن هم آی احمدی بزرگوار، اگر چنانچه یک عالم شیعه همچه حرفی میزند، خب علمای وهابی یا علمای اهل سنت هم موارد متعددی، نه یک مورد، نه دو مورد، نه سه مورد، ده ها مورد آوردن. حالا ما نمیخوام اونها را به آنتن ببریم، ولی ببینید برادر بزرگوارم، ملاک آقای دانشمند و آقای احمدی و نمیدونم فلانی نیست. شما ببین بزرگان ما، مراجع ما، اونهایی که نظرشون نظر شیعه هست چی میفرماین عزیز من؟ اگر اونها یه حرفی زدن ما موظفیم دفاع کنیم. این که ما اینجا الان 6 سال 7 سال داریم میگیم اهانت به مقدسات اهل سنت، ذنب لا یغفر و گناه نابخشودن، چرا اینها رو شما نمیگید؟ حداقل ما دوست داریم که عزیزان ما یه مقداری با چشم انصاف نگاه بکنن. یک کسی یک زمان اشتباهی کرده، پشیمان شده، آیا این در توبه برای آقایان اهل سنت بازه ولی برای شیعه بسته است؟ خیلی ممنون، متشکرم از آقای احمدی عزیز. متشکرم از برخورد شما که خیلی هم زیبا بود. متشکرم.